علی مصح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه با ماست. پیشتر هم آقای عباسی با فیلم‌های دیگری اقبال خوبی داشته در جشنواره بین‌المللی، از جمله جشنواره کن، به خصوص با فیلم عنکبوت مقدس. این فیلم کارآموز رو چه می‌دونیم در موردش؟ آیا شما فرصت این رو داشتید که ببینید بخشی از اون رو، و اگر آره چه نکات ویژه‌ای درش دیدید؟ ببینید، همزمان با انتشار حضور فیلم در جشنواره کن، یک تصاویر فیلم هم منتشر شد، یعنی عکس ها. و میدونید سباستیان استن، بازیگری که خب در دنیای سینمای مارول شاید شناخته شده هست، نقش دونالد ترامپ جوان رو بازی میکنه. نکته درباره فیلم اینه که هرچند اسمش یادآور اون برنامه، یکی از برنامه هایی که دونالد ترامپ در تلویزیون داشت، ولی در دوران ما قبل ورودش به رسانه و سیاست میگذره. این داستانش مال وقتیه که تازه میخواد اون امپراتوری املاک و مستقلاتش رو در واقع راه اندازی بکنه، و شاهد این هستیم که در همکاری با یک وکیل که خیلی هم خوشنام نبوده میتونه این کار رو بکنه، که نقش اون رو هم جرمی استرانگ بازی میکنه. احتمالاً خیلی از سینما دوستان میشناسن جرمی استرانگ رو، در سریال ساکسشن خیلی مورد توجه قرار گرفت و همین چند وقت پیش جایزه امی هم برد. در مجموع نکته مهم درباره فیلم اینه که خب این اولین کار علی عباسی در آمریکای شمالیه، چون تا قبل از این در اروپا فعال بود و همونطور که گفتید با فیلم‌های مرز و عنکبوت مقدس در جشنواره کن هم شرکت کرده بود. نکته دوم اینه که امسال جشنواره کن سهم فیلم‌های آمریکایی درش کمه، به خاطر اون اعتصاب‌های طولانی که سال گذشته میلادی رخ داد و باعث شد تولید خیلی از فیلم‌ها به تعویق بیفته. ولی این چون به هر حال یک تولید مستقلی بود، جون سالم به در برد، آماده شد و رسید به جشنواره کن. و وقتی ترکیب فیلم‌ها رو نگاه می‌کنیم، خب الان علی عباسی در کنار چهره‌های بسیار شاخص سینمای جهان مثل فرانسیس فورد کاپولا، دیوید کراننبرگ، ژاک اودیار و پائولو سورنتینو و آندرا آرنولد و از این قبیل قرار گرفته، ضمن اینکه یورگوس لانتیموس هم غافلگیری دیگه در واقع مسابقه کنه. و من فکر می‌کنم این موفقیت میشه گفتش که کم سابقه ایه برای یک فیلمساز ایرانی مهاجر، که میدونید به سختی میتونند معمولا در صنعت سینمای اروپا یا آمریکا کار بکنن. آقای فرهادی که در واقع فیلم‌های تونسته خارج از ایران بسازه، یا عباس کیارستمی، اینها چهره‌های بسیار بسیار شناخته شده‌ای بودن. ولی علی عباسی به نظرم خیلی زود این مسیر رو طی کرده و الان می‌بینیم به جایی رسیده که فیلمش در این تراکم شدید چهره‌ها و فیلمسازان سرشناس می‌تونه به بخش مسابقه جشنواره کن راه پیدا بکنه، و این خیلی حائز اهمیته و میشه عملاً همونطور که گفتید تنها فیلمساز ایرانی حاضر در جشنواره کن. ممنونم از شما علی مصح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول.